در ادامه بررسی تب اینزل به بخش آیکون ها میرسیم. دوستان خوبم، آیکون ها از ورژن 2019 پاورپوینت به بعد بهش اضافه شد و جایگزین همون کلیپ آرت هایی بود که تو قسمت های قبل در موردش صحبت کردم و گفتم که دیگه واقعا از رده خارج شدن و کمتر کسی از کلیپ آرت ها استفاده میکنه. شما به کمک آیکون ها میتونید طراحی های خیلی جذاب تری داشته باشید. البته من قبلا یه سایت خیلی خوب هم بهتون معرفی کردم به اسم فلت آیکون و طرز استفادهش رو بهتون توضیح دادم که چطوری میتونید از این سایت خیلی خوب برای پیدا کردن آیکون ها توی موضوعات و سبک‌های مختلف استفاده کنید. ولی خب داخل خود نرم افزار پاورپوینت هم تو دسته‌بندی‌های مختلف آیکون هایی هستش که میتونید ازش استفاده کنید. هم میتونید بیاید و دسته‌بندی مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید و آیکون های اون دسته‌بندی رو ببینید. هم میتونید توی این قسمت از سرچ آیکون استفاده کنید و کلمه کلیدی که مد نظرتون هست رو انتخاب کنید و بیاین و به آیکون های اون بخش دسترسی داشته باشید. وقتی که نتایج آیکون ها براتون نمایش داده شد، میتونید روی آیکونتون یه بار کلیک کنید تا این تیک فعال بشه. همزمان هم میتونید چند تا آیکون رو انتخاب کنید و توی اسلاید های پاورپوینتتون اینزرت کنید. وقتی دکمه اینزرت رو میزنید، این آیکون ها وارد اسلاید های شما میشه و حالا میتونید تو طراحیاتون ازش استفاده کنید. و میبینید که وقتی که یه آیکونی رو انتخاب میکنیم و تب فرمت براش باز میشه، گزینه های ناشنای اینجا واقعا وجود نداره. من قبلا به این گزینه ها چندین بار اشاره کردم، پس دیگه بیشتر از این وقتمون رو نمیگیریم. فقط تو قسمت چنج شما یه گزینه اینجا میبینید که شاید براتون آشنا نباشه، اونم گزینه کانورت تو شیپ. که اگر این گزینه رو بزنید، این آیکون شما دقیقا به یک شیپ تبدیل میشه. الان من این گزینه رو میزنم، ببینید وقتی که یکس رو میزنم، الان این آیکون دقیقا تبدیل به یک شیپ شد. حتی منوی مرج شیپ هم اینجا داره نمایش داده میشه. ولی خب چون این الان در واقع آیکونی هستش که گروپ شده، شما میتونید روش راست کلیک کنید و گزینه آن گروپ رو بزنید. ببینید الان دقیقا به شیپ های خود پاورپوینت تبدیل شد. حالا میتونید مثلا گزینه هایی مثل فیل یا آوتلاینش رو این تغییر بدید. الان من مثلا دو تا قسمت های مختلف این آیکون انتخاب میکنم، میبینید گزینه مرج شیپ براش فعال شده، میتونید از این امکانات هم استفاده کنید. یا مثلا تو قسمت فرمت یه گزینه دیگه‌ای که وجود داره چنج گرافیکه، که البته در مورد چنج من قبلا هم صحبت کردم که وقتی که شما یه طرح گرافیکی، یه عکس، یک شیپ یا یه آیکون میارید داخل سلایدهای پاورپوینتتون و بهش یه سری استایل میدید، انیمیشن میدید و نمیخواید این انیمیشن ها، استایل ها و تنظیماتی که براش انجام دادین از بین بره و فقط دوست دارین طرحتون تغییر کنه، میتونید از امکانات مختلفی که تو قسمت چنج وجود داره استفاده کنید. حالا چه چنج پیکچر، چه چنج شیپ و یا چه چنج آیکون یا گرافیک میتونید ازش استفاده کنید. این ها نکاتی بود که من تو قسمت آیکون میخواستم بهش اشاره کنم.